وقت شما بخیر. از استودیوی لندن ایرای اینترنشنال امروز شما هستیم. من پرسه صادقی هستم. سخت خبر. حمله انتحاری یک فلسطینی با تانکر به یک پست بازرسی در اسرائیل. حال سرباز اسرائیلی زیر گرفته شده به شدت وخیم گزارش شده. تحریم های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشک های بالستیک به روسیه. وزارت خارجه ایران ارسال موشک به روسیه را تکذیب و تهدید به مقابله به مصر کرد. بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت همزمان با اعتصاب 10 پالایشگاه پارس جنوبی. هرچه سرکوب بیشتر شود صدای کارگران بلندتر می شود. سفر وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا برای گفتگو درباره استفاده از سلاح‌های دوربرد در جنگ اوکراین. روسیه گفت به استفاده کیف از سلاح‌های دوربرد غربی پاسخ مناسب می‌دهیم. و در مرور مطبوعات امروز، باستاب تحریم ایران ایر در روزنامه‌ها همیهن نوشت روسیه از تحریم‌های ایران سود می‌برد. ستاره صبح از دولت پزشکیان خواست تنش‌زدایی با غرب را سریعاً آغاز کند. ساعتی پیش یک فلسطینی با تانکر در یک حمله انتحاری به یک پست بازرسی ارتش اسرائیل در منطقه بنیامین حمله کرد و یک سرباز را زیر گرفت. حال سرباز بسیار وخیم گزارش شده. راننده تانکر در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی زخمی شده است. بنیامین قسمتی از کرانه باختری است که در اختیار اسرائیل قرار دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل از سقوط یک فروند بالگرد نیروی هوایی ارتش در منطقه رفح هنگام فرود خبر داد. بر اثر سقوط این بالگرد 2 سرباز اسرائیلی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. علت سقوط این بالگرد همچنان در دست بررسی است. بابک اساقی همکارم همراه ماست از تل آویو تا جزئیات بیشتری بگه. ابتدا از این حمله انتحاری در کرانه باختری بابک. وضعیت در کرانه باختری پریسا روز به روز بدتر میشه و ما تقریبا هر روزه شاهد عملیات تروریستی هستیم که در داخل خاک اسرائیل انجام میشه. امروز هم همانطوری که گفتی یک تانکر که از کرانه باختری میخواست وارد اسرائیل بشه در حین عبور از جاده 60 در منطقه بنیامین منطقه در کرانه باختری هستش که تحت سلطه اسرائیل هستش و در اونجا به شدت و با سرعت خودش را تمام کامیون را به سوی یک پست بازرسی که در اون یک سرباز جوان اسرائیلی بوده میرونه و همانطور که در تصویر هم دیدیم به شدت با او برخورد میکنه و این سرباز 20 ساله به شدت زخمی میشه. حال او وخیم اعلام شده. در مقابل هم راننده مهاجم که نام او هلال عیسی عبدالجبار ضیف الله عنوان شده 58 ساله هستش از روسای رفح در نزدیکی رام الله توسط نیروهای ارتش اسرائیل مورد هدف گلوله قرار میگیره، کشته نشده، او زخمی هستش و در بیمارستانی در اورشلیم هست. ارتش اسرائیل دقایقی پیش وارد روستای رفح شده و در خانه او به جستجو پرداخته. در کنار او نیروهای ارتش اسرائیل تمامی عبور و مرور در منطقه را مسدود کردند و صحنه را برای اطمینان از عدم وجود خطر بیشتری کاملا بستند. بابک، در شمال اسرائیل هم می‌دیدیم که به در واقع تنش‌ها تشدید پیدا کرده. از شب گذشته مخصوصاً سومین باری بود که در 2 هفته گذشته اسرائیل به جنوب لبنان و سوریه حمله می‌کنه. در همین دقایقی که پریسا ما با هم صحبت می‌کنیم حملات اسرائیل دوباره آغاز شده. طبق گزارش‌هایی که از لبنان رسیده ساعاتی پیش 2 پهپاد اسرائیلی، پهپاد انتحاری در یک پارکی در منطقه مرون الرأس واقع در جنوب لبنان به اهدافی اصابت کردند، منفجر شدند. گزارش‌هایی در این رابطه نرسیده. پیش از این هم در منطقه میسل جبل در جنوب لبنان حمله دیگری گزارش شده بود و هدف این حمله یک موتورسیکلت بوده که در این حادثه چندین نفر مجروح شدند. روز گذشته ما دیدیم که بار دیگر اسرائیل حملات هدفمندی را در جنوب لبنان انجام داد. شبکه المنار گزارش کرده که ارتش اسرائیل شب گذشته
20 حمله هوایی در مناطق مانند زبکین، الشعیته و القلیله در جنوب لبنان انجام داده. این هم همانطوری که گفتی یکی از حملات بزرگ و گسترده اسرائیل هستش که در روزهای گذشته اون را شروع کرده. برخی از منابع اسرائیلی میگویند که اسرائیل خودش را برای یک حمله گسترده به لبنان آماده میکنه و زمین را برای ورود نظامی حتی زمینی آماده میکنه. یکی از نشریات عربی به نام الاخبار امروز گفته که اسرائیل پیام‌هایی را برای حزب الله لبنان فرستاده که در صورت حمله گسترده به لبنان آنچنان وارد خاک لبنان خواهد شد اسرائیل که مناطقی را که از سوریه اسلحه به لبنان انتقال پیدا می‌کنه به جنوب لبنان را اسرائیل در اختیار خواهد گرفت. اگر این مسئله درست باشه به نظر میاد که اسرائیل می‌خواهد که بیش از 20 تا 30 کیلومتر وارد لبنان بشود در صورتی که این جنگ اتفاق بیفتد. از منابع دیگری هنوز تایید این خبر را نشنیدیم، اما تبادل آتش در شمال اسرائیل همچنان ادامه دارد. خیلی ممنون از توضیحاتت بابک اساقی، همکارم از تل اویو. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه جمهوری اسلامی و لغو قراردادهای دو جانبه ارائه خدمات هوایی را محکوم کرد. ناصر کنعانی گفته تحریم‌های جدید سه کشور اروپایی در ادامه سیاست خصمانه غرب علیه ایران است. او همچنین این سه کشور را تهدید به اقدامی مشابه کرد. او با رد کردن ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین این اتهامات را بی اساس و کذب خواند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران، صادرات موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه را به شدت محکوم کردند. در بیانیه سه کشور اروپایی گفته شده این اقدام به معنی افزایش حمایت نظامی تهران از مسکو در جنگ علیه اوکراین است. لندن، پاریس و برلین تأکید کردند اقداماتی فوری برای لغو توافقنامه‌های خدمات هوایی دو جانبه با تهران انجام می‌دهند و برای اعمال تحریم علیه شرکت ایرانیر اقدام می‌کنند. این سه کشور همچنین گفتند نهادها و افراد کلیدی در برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و انتقال موشک‌ها و سایر تسلیحات به روسیه تحریم خواهند شد. بریتانیا همچنین موج جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. این تحریم‌ها شامل شماری از مقام‌های حقیقی و حقوقی حکومت ایران می‌شود. بریتانیا سه مقام نظامی از جمله حمزه قلندری، معاون امور بین‌الملل وزارت دفاع، و علی جعفرآبادی و مجید موسوی را به دلیل نقش داشتن در فعالیت خصمانه در بخش نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. بریتانیا همچنین چهار شرکت بهارستان کیش، چکات صنعت فراز آسیا، سعدسازه فراز شریف و سازمان منطقه آزاد بندرانزلی را تحریم کرده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، میگوید جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین کاملا بی‌طرفی را کنار گذاشت و حامی روس‌ها شد. خب ببینید، انکار و فریب جزء دی ان ای جمهوری اسلامی هستش، به بخشش هم ملهم از اون جنگ های هیبریدی روسیه هستش و الان هم انکار میکنن و اساسا جمهوری اسلامی از همون ابتدای جنگ اوکراین، این جنگ تاریخی در قلب اروپا، اصل بیطرفی رو یا حداقل اصل بازی بالانس رو کلا کنار گذاشت و کاملا در اختیار روسیه هستش در حمایت از این جنگ. و اگه خاطرتون باشه رهبر جمهوری اسلامی زمانی که پوتین سفر داشت به تهران در ژوئیه 2022 این جنگ رو ابتکار عمل، یعنی این تهاجم نظامی روسیه رو ابتکار عمل روسیه خوندش و بعدش هم در 11 ژوئیه 2022 بود که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای اولین بار در گفتگو با CNN گفتش که جمهوری اسلامی قصد داره چندین پهباد رو به روسیه بفرسته برای استفاده در جنگ اوکراین، که چهار روز بعدش در 15 ژوئیه همون سال 2022 امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی کلن تکذیب کرد و گفتش که چنین کاری رو جمهوری اسلامی انجام نمیده، که در سپتامبر 2022 برای اولین بار
پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی در اوکراین دیده شد و اکتبر زلنسکی یک عکسی ازش دیده شد در کنار لاشی یکی از همین پهپادهای شاهد 136 که در کوپیانسک در اطراف خارکیف سقوط کرده بود. و بعدش باز هم ما دیدیم که در نوامبر 2022 امیر عبداللهیان برای نخستین بار اذعان کرد که برای ما پهپاد دادیم، ولی قبل از اینکه جنگ اوکراین شروع بشه. و بعدش هم که دیگه گزارش‌های متعددی بود از رسانه‌های مختلف، CNN و خیلی از رسانه‌ها، واشنگتن پست، گاردین، که نشون میداد که جمهوری اسلامی با روسیه دارن اون کارخانه آلابوگا رو می‌سازن در 1000 کیلومتری شرق مسکو، کارخانه تولید پهپادها. و تا امروز که در واقع مسئله موشک‌های بالستیک مطرح است و باز هم جمهوری اسلامی انکار می‌کنه، ولی ویرازمی نیست که واقعیت این هستش که به حال تحریم هم نشون میده که اسناد و مدارک مستدل وجود داره نزد قدرت‌های اروپایی و آمریکا که جمهوری اسلامی داره به روسیه کمک میکنه در زمینه موشک‌های بالستیک. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش های منتشر شده حاکی از احضار پرستاران معترض استان البرز به واحد رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی این استان است. بر اساس خبری که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، به تعدادی از پرستارانی که در اعتراض های گسترده حضور داشتند، اتهام کارشکنی و تحریک دیگران به کمکاری زده شده. پری صابری، بازیگر، نمایش نام نویس و کارگردان برجسته تئاتر، پس از تحمل چند سال بیماری شب گذشته در 92 سالگی درگذشت. صابری با خلق آثاری از جمله رستم و سهراب، شمس پرنده و رند خلوت نشین، ترکیبی از شعر، عرفان و اسطوره را به روی صحنه برد. او در سال 1383 نشان هنر و ادب فرانسه را از آن خود کرد. وبسایت هالوش گزارش داده روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه پدر یک دانش آموز در زاهدان پس از آنکه مسئولان مدرسه محل سکونتش در مهشهر فرزندش را ثبت نام نکردند، اقدام به خودسوزی کرد. بر اساس این گزارش، او برای پیگیری وضعیت فرزندش به اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرد و چون پاسخی دریافت نکرد، با ریختن بنزین روی خود در ساختمان اداره کل اقدام به خودسوزی کرد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی از ششمین هفته اعتصاب کارگران ارکان سالس و پشتیبانی شرکت‌های پیمانکاری 10 پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد. از جمله مطالبات صنفی و معیشتی این کارگران، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری، حق ایجاد تشکل، بازگشت به کار فوری و بی‌قید و شرط کارگران اخراجی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بدون تبعیض با نیروهای رسمی و قراردادی است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت همچنین در بیانیه‌ای با حمایت از اعتصابات وسیع کارگران در پارس جنوبی نوشت، اتحاد و اعتراض همه بخش‌های نفت راه حل تحولات اساسی و امکان پذیری تغییر وضع موجود است. در این بیانیه آمده هرچه بی‌توجهی حکومت نسبت به تغییرات اساسی ادامه پیدا کند و سرکوب و اخراج کارگران در جریان باشد، از بخش‌های مختلف نفت صدای اعتراضات بیشتری به گوش خواهد رسید. از جمله مطالبات این کارگران، ایجاد امنیت شغلی، اجرای بدون تبعیض 14 روز کار، 14 روز استراحت و اجرای نظام پرداخت عادلانه است. ستار رحمانی همراه ما هستند، فعال کارگری از لندن. آقای رحمانی، درباره جزئیات این بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات میخوام از شما بشنوم و اینکه چه مواردی بیشتر به نظر شما برجسته است. بله، با درود به شما و بینندگان عزیز. من فکر کنم که خب تمام خواسته هاشون مهمه، یعنی خواسته هایی که سالهای سال تکرار شده، اما یکی از خواسته ها که حق ایجاد تشکل مستقل از دولت و برپایی تجمع و اعتراض، من به نظرم این از این زاویه مهمه که در این صورت، یعنی اگه تشکل مستقل داشته باشن مثل اتحادیه‌های کارگری در اروپا، اینا حداقل میدونن که اولا اعتراض اینا، اعتصاب اینا، تشکل اینا به رسمیت شناخته شده و نماینده اینا به رسمیت شناخته شده و برای اعتراض و اعتصاب زندانی نمیشن، از کار اخراج نمیشن. این از این زاویه مهمه که این
اطمینان رو به کارگران میده که حقشونه تشکل داشته باشن، حقشونه که اعتراض داشته باشن. و از این منظر من به نظرم این یکی از مشکلاتیه که نه تنها کارگران نفت بلکه کل طبقه کارگر در ایران باش درگیر هست. یعنی حاکمیت اینا رو به رسمیت نمیشناسه، نه اعتراض، نه اعتصاب، نه خواستا و مطالباتشون رو، و تا اونجایی که میتونه سرکوب میکنه. همونطوری که شما گفتین مثلا در این رابطه کارگران ارکان سالس، خود حجت رضایی از پارس جنوبی رو دستگیر کردن، یاسر احمدی نژاد همینطور، و تعدادی کارگر رو اخراج کردن تنها به دلیل اینکه اینا اعتراض کردن به شرایطشون، به خواستا و مطالباتشون. من به نظرم اینا مهمه. بعد طبقه بندی، طرح طبقه بندی این کارگران اهمیت داره که اینا بهش روش پافشاری کردن. و در مجموع باید گفت که شرایط کار اینا باید به عنوان کار سخت و زیان‌آور شناخته بشه و همینطور امکانات رفاهی در محیط کار رو برایشون فراهم بکنن. چطور میبینی شرایط رو آقای رحمانی؟ فکر میکنین که حکومت توانایی پاسخگویی به مطالبات کارگران غیر رسمی پالشگاه رو داشته باشه؟ از این جهت میپرسم که به هر حال این دست اعتصاب ها، اعتصاب کارگران میتونه وضعیت تولید در پالشگاه رو تحت تاثیر قرار بده. بله، ببینید، یک اینکه آیا حکومت توانایی پاسخگویی به مطالبات کارگران رو داره یه بحثه. در این شکی نیست که حاکمیت از لحاظ کشوری که نفت داره، کشور کارگرانی که نفت رو تولید میکنن، در واقع ثروت رو تولید میکنن، ایران کشور فقیری نیست و بودجه های دولتیه که این امکان رو از کارگران میگیره که بتونن سطح رفاه بهتری داشته باشن. بنابراین اگر دولت رفاه داشته باشیم، دولتی که رفاه مردم اهمیت بده، در اون صورت خب مسلما این خواسته خواستهای ابتداییه، در ابتدایی برای زندگی کردن، زنده موندنه. بنابراین میتونه، اما نمیخواد. و آیا اعتصاب کارگران تأثیری در پالایشگاه، تولید پالایشگاه داره؟ مسلمه اینا پروژه هاییه که باید به موقع سر زمان بندی شده تموم بشه و عملا وقتی این پروژه تموم نمیشه، سر موقع تاخیر ایجاد میفته در بخشای دیگه پالایشگاه ها. بنابراین جمع‌بندی بکنیم این قسمت را، من به نظرم اون مسئله‌ای که کارگران مطرح میکنن، مسئله‌ای که در سطح جهان الان حل شده است و عملا حاکمیتی ما نداریم که به این خواستها و مطالبات کارگران توجه داشته باشه، اصلا دورنماش، چشماندازش یه چیز دیگر، افقهاشون به قول خودشون، قله هایی که میخوان برسن، اون قله نه رفاه مردمه بلکه فقر نگه داشتن بیشتر مردم. این به همین خاطر میبینیم که اعتراضات کارگری و مردمی هر روز بیشتر و بیشتر میشه و این اعتراضات به سطح پایین معیشت و یک زندگی معمولی، و از این زاویه است که مسلما مردم مبارزشون سمت سوی سیاسی هم خواهد گرفت و ساختار رژیم را زیر سوال خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی بکنم در یک جمله، هم اعتصابات هم اعتراضات تأثیر داره روی خواستا، همین که حاکمیت در مقابل این به جای پاسخگویی سرکوب، زندان، بازداشت، اخراج و غیر است و پاسخ دیگه تا کنون به صورت مؤثر و که بتونه تغییر بده زندگی کارگران رو داده نشده. ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. و ممنون از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سخت خبرها. حمله انتحاری یک فلسطینی با تانکر به یک پست بازرسی در اسرائیل. حال سرباز اسرائیلی زیر گرفته شده به شدت وخیم گزارش شده است. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه. وزارت خارجه ایران ارسال موشک به روسیه را تکذیب و تهدید به مقابله به مصر کرد. وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات اوکراین وارد این کشور شدند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا با قطار به کیف رفتند تا درباره چگونگی استفاده از تسلیحات دوربرد غربی علیه روسیه گفتگو کنند. اوکراین خواستار استفاده از این تجهیزات برای حمله به داخل خاک روسیه شده. روسیه به تازگی از جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک تحویل گرفته، موضوعی که با واکنش کشورهای غربی روبرو شده است. سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که کیف اجازه استفاده از سلاح‌های دوربرد غربی را پیدا کند، روسیه پاسخ مناسبی به این اقدام خواهد داد. دیمیتری پسکوف با توجیه تهاجم نظامی علیه اوکراین گفته هر تصمیمی از این نوع که توسط غربی‌ها گرفته شود، دلیل دیگری بر ماهیت موجه، ضروری و جایگزین ناپذیر جنگ علیه اوکراین خواهد بود. نیلوفر پوربراهیم همکارم از پاریس همراه ما هستم. اینکه میخوام از اهداف این سفر برای ما بگی نیلوفر، به اینم بپردازیم که چقدر فکر میکنی احتمال داره کشورهای غربی به اوکراین اجازه بدن که اسلحه‌هاشون در داخل خاک روسیه استفاده بکنه؟ یک سال پیش چنین چیزی به نظر غیر محتمل می اومد، یعنی زمانی که حتی کشورهای غربی برای فرستادن چنین تسلیحاتی به اوکراین مردد بودن، چنین کاری انجام نمی دادن و اوکراین بارها و بارها درخواستش رو برای دریافت چنین سلاح‌هایی در واقع از کشورهای غربی مطرح کرد تا در نهایت اجازه استفاده از اونها رو گرفت، ولی به صورت مشروط و اون همین که در داخل خاک روسیه برای زدن اهداف نظامی یا حتی غیر نظامی از اونها استفاده نشه. ولی در شرایط فعلی، در وضعیتی که روسیه به نظر میرسه حملات خودش رو گسترش داده، از طرف دیگه کشورهای دیگه مثل ایران و چین دارن بهش کمک میکنن، در حال حاضر خبرها در مورد اینکه ایران موشک بالستیک داده به روسیه تایید شده، شرایط فرق کرده. حتی میبینیم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده وقتی که در گفتگو با شبکه اسکای نیوز بوده به این موضوع اشاره میکنه و این احتمال رو رد نمیکنه، هرچند که تایید هم نمیکنه، اما میگه که ما خودمون رو بر اساس شرایط تا اینجا تطبیق دادیم، در هر مرحله گامهای جدیدی رو اتخاذ کردیم و به این کار ادامه میدیم. یا مثلا جو بایدن که در صحبتهای خودش به این اشاره کرده که دولت او دارن روی این موضوع کار میکنن. این احتمال اونقدر زیاد شده که حتی دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در صحبت‌های خودش به این موضوع اشاره کرده که به نظر میرسه که این اجازه به اوکراین داده شده ولی هنوز اعلام نشده. بنابراین میبینیم که حالا واکنش‌های روسیه داره میاد در مورد اینکه اگر بخواد در واقع اوکراین استفاده بکنه از این سلاح‌های دوربرد در خاک روسیه، در اون صورت پاسخ مناسبی خواهد داد. از طرف دیگه معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف هم گفته تحویل هر گونه سیستم موشک‌های دوربرد آمریکایی که به اوکراین تحویل داده بشه رو اونها منهدم خواهد کرد. بنابراین به نظر میسه که بیش از پیش این موضوع قوت پیدا کرده که امکان استفاده از این سلاح‌ها در اوکراین بیشتر بشه، ولی میدونیم که در چنین شرایطی نگرانی از پاسخ احتمالی روسیه هم وجود داره، اینکه بخواد کشورهای دیگه ای رو هدف بده و یا اینکه این کشورهایی که از سلاح‌هاشون استفاده میشه در خاک روسیه علیه مواضع نظامی به طور مستقیم وارد جنگ با در واقع روسیه بشن، چیزی که تا اینجا از ازش خودداری کردن. اما این درخواست از طرف مقام‌های اوکراینی داره مطرح میشه. همین امروز وزیر خارجه جدید اوکراین در گفتگو با دبیرکل ناتو به اون اشاره کرده، خواسته خودش رو یک بار دیگه مطرح کرده و در صحبت‌هایی که نخست وزیر اوکراین هم داشته همین امروز بعد از سفر وزیر خارجه بریتانیا و آمریکا به در واقع اوکراین به کیف، در کیف از وزیر خارجه بریتانیا خواسته که چنین اجازه‌ای به اونها داده بشه. در همین شرایطی که می‌بینیم بریتانیا تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ناوگان در سایه روسیه هم انجام داده، 10 در واقع شرکت تحریم شدن که این تحریم‌ها در واقع برای اینه که منابع مالی روسیه برای جنگ اوکراین که بریتانیا معتقد منابع بسیار مهمیه و کمک می‌کنه که اونها بتونن این جنگ رو ادامه بدن رو قطع بکنه. بنابراین این تحریم‌های جدید وضع شده. حالا بعد ببینیم تا پایان روز
بعد از این سفر چه نتایجی اعلام میشه و آیا در نهایت این اجازه‌ای که مدت هاست اوکراین به دنبالشه بهش داده میشه برای استفاده از سلاح‌های غربی برای مواضعی در داخل خاک روسیه یا نه؟ مرسی از توضیحات کاملت نیلوفر پوربرایم همکارم که از پاریس همراه ما بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 در اولین سفر رسمی خارجی خود در سفری 3 عازم بغداد شده است. مسعود پزشکیان با استقبال محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق وارد این کشور شد و با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور دیدار کرد. پزشکیان در دیدار خود با رئیس جمهور عراق خواستار حرکت به سوی برداشتن مرزهای کشورهای اسلامی همانند تجربه اتحادیه اروپا شد. پزشکیان علاوه بر بغداد به بصره و اقلیم کردستان اربیل هم سفر خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که هفته گذشته گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی اردوگاه‌های خود را در مناطق مرزی مشترک اقلیم کردستان با ایران تخلیه کردند. سخنان مسعود پزشکیان پیش از سفر 3 به عراق در جمع خبرنگاران مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفت. او در بخشی از این گفتگو خطاب به محسن قمی معاون دفتر علی خامنه‌ای که در این مراسم حضور داشت گفت به دیپلماسی وارد شده، کاری که او آن را بلد نیست. خیلی خطا ما رو به دیپلماسی وارد میکنه که بلد نیست. چوسک صادقی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما هستند. در مورد دیدارهای مسعود پزشکیان میخوام از شما بشنوم با مقام‌های عراقی و خب اینکه با کدام یکی از آنها دیدار کرده و در این دیدارها چه مواردی مطرح شده. خانم پریسا شما بخشش اشاره کردید، ما رئیس جمهور عراق دیدار کرد و بعد در کاخ دولتی با نخست وزیر، اصطلاح کاخ حکومتی با نخست وزیر محمد شیا السودانی هم دیدار کرد. عمده گفتگوهاشون اونطور که هم رسانه‌های عراقی، رسانه‌های رسمی تایید کردن و همین که خود مسعود پزشکیان هم به خبرنگاران گفته بود، در رابطه با پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده. اما اینکه برنامه بعدی او چی خواهد بود، اونطور که رسانه‌های عراقی در موردش گزارش دادن، آقای پزشکیان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد خواهد رفت با یک مجموعه ای از ایرانی هایی که در عراق مقیم هستند، مستقر هستند، دیدار خواهد کرد. بعد از اون دیداری که شاید برای بسیاری مهم باشه، این دیداری هستش که از یک سری از رهبران گروه های چارچوب هماهنگی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستش اسم برده شده. هادی العامری، قیس خزعلی از اصحاب علالحق و با نوری مالکی هم دیدار خواهد کرد. بیشتر برخی از رسانه ها تمرکزشون روی این دیدار هستش که احتمالاً این دیدار هم امروز صورت خواهد گرفت. اما از دید رسانه های جمهوری اسلامی ایران اگر به باقی مکان هایی که میخواد بهش سفر بکنه بپردازیم، سفر پزشکیان به بصره هستش. رسانه های جمهوری اسلامی گفتن که در 100 گذشته هیچ مقامی در این سطح به استان بصره نرفته. بصره به واقع یکی از مهمترین شهرهای عراق هستش، نه تنها برای عراق، برای منطقه هم مهمه. در طول چند سال گذشته ما به وضوح شاهد اسلحه کشیدن گروه های مخالف و موافق جمهوری اسلامی به روی همدیگه در مرکز این شهر بودیم. هنوز هم جمهوری اسلامی ایران اگر اختلافی با عراق داشته باشه بر سر پرونده آبی، در اون منطقه هستش. در نتیجه این سفر به بصره بسیار مهم هستش، در حالی که باید این رو از دیدگاه بسیاری از ناظران عراقی بیان بکنیم که بسیار خوشایند نیست، شاید مورد استقبال قرار نگیره در اونجا برای بصره‌ای هایی که سالهاست خواستار این هستند شهر اونها یک منطقه، یعنی اداره و به اصطلاح ادارهش به دست خودم این مردم بیفته. یک نکته دیگر هم در بصره بسیار مهمه، اون پرونده هم اونجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اون پروژه‌ای هستش که جمهوری اسلامی بسیار به دنبالش هستش، این پروژه خط راه آهن شلمچه به بصره که برای جمهوری اسلامی منفعت بسیار زیادی داره و در داخل عراق مخالفان بسیار زیادی داره. گفته شده که به پزشکیان به اقلیم کردستان عراق هم قرار هست که سفر بکنه. در واقع باورناپذیره که بخوایم بگیم که این سفر مرتبط نیست با جابجا کردن نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان.
دقیقا هر زمان که هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق سفر کردند، به دلیل این بوده که نگرانی امنیتی داشتن و با هدف این بوده که اون منطقه رو تحت فشار قرار بدن. کاملا درسته، شما اشاره کردید به اینکه دقیقا هفته پیش این سفر در حالی صورت گرفت که هفته پیش اتحادیه میهنی کردستان با نظارت دولت عراق یک سری از خانواده ها و اعضای جریان احزاب اپوزیسیون کرد از جمله کومله رو به اون اردوگاه هایی که در نظر گرفتن منتقل کردن. اما جدا از اینکه پیام پزشکیان به اقلیم کردستان عراق و دیدارش هم با مقامات اربیل و هم سلیمانیه این خواهد بود که این بخش از پرونده امنیتی که در دو سال گذشته بسیار برای جمهوری اسلامی ایران مهم بوده به طور کامل اجرا بشه و باید تمامی این احزاب به اردوگاه‌هایی که در نظر گرفته شده منتقل بشن. یک پیام دیگر هم داره. خب هنوز هم ما داریم می‌بینیم که آمریکایی‌ها و ائتلاف بین‌الملل پایگاه‌هایی در اقلیم کردستان عراق دارند، نه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی این رو قبول دارن نه خود جمهوری اسلامی. این هم نکته‌ای هستش که تلاش جمهوری اسلامی برای اینه که به واقع این رابطه رو با خصوصا اربیل بهتر بکنه و همچنان تأکید بکنه روی مسئله که امنیت جمهوری اسلامی ایران برای اونها مهمه و هیچ حرکتی مخالف اونها رو در داخل اقلیم کردستان عراق قبول نمی کنن. مرسی از توضیحات شما. ترسک صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس. ابرطوفان یاگی در ویتنام خسارات گسترده‌ای به شمال این کشور وارد کرده. ابرطوفان یاگی قدرتمندترین طوفانی است که در 30 سال گذشته در ویتنام به وقوع پیوسته. عامل اصلی بروز این رخداد گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. منابع خبری از ناپدید شدن کامل یک روستا و کشته شدن 16 نفر در شمال ویتنام خبر می‌دهند. یک پل 375 متری در این کشور در اثر فشار سیلاب منهدم شده و بیش از 1.5 میلیون نفر هم بدون برق ماندند. دولت ویتنام مدارس 12 استان از جمله هانوی پایتخت این کشور را تعطیل اعلام کرده. همایون خیری سردبیر علمی ایران اینترنشنال از لندن همراه ما هستند. تغییرات اقلیمی یا تغییرات آب و هوایی، همایون، چه اثری میتونه داشته باشه روی شدت گرفتن طوفان‌های مثل طوفان یاگی یا ابرطوفان یاگی اگر بگیم؟ ببینید، طوفان‌ها، گردبادها، همه اینها دو تا شکل متفاوت دارن. یک شکلشون محلیه، یعنی اینها وقتی در یک نقطه پا میگیرن تقریبا در همون نزدیکی یا در همون منطقه تمام میشن. منتها این ابرطوفان یاگی که در یک سال گذشته نه تنها بی سابقه بوده، بر اینکه بادهای با شدت 203 کیلومتر در ساعت با این طوفان میوزه در منطقه، بلکه این طوفان از چین و فیلیپین هم عبور کرده و حالا رسیده به ویتنام. بنابراین این طوفان دیگه محلی نیست، این طوفان اثرات تغییرات اقلیمیه. و اون چیزی که سالهاست پژوهشگران میگن و داده های هواشناسی نشون داده این هست که وقتی هوای اقیانوس ها گرم میشن به عنوان بخشی از گرمایش جهانی، این یک انرژی مضاعف، یک نیروی بیشتری به طوفان ها میدن که اینها رو وسیع‌تر میکنن، سرعتشون رو بیشتر میکنن و میزان تخریب رو افزایش میدن و اینا از شکل محلی تبدیل میشن به شکلهای قاره‌ای یا شکلهای فرامحلی. اون چیزی که الان ابرطوفان یاگی در واقع داره نشون میده این هست که یک طوفانی هست که از کشورهای مختلف رد شده ولی فشارش کم نشده. یعنی شما در فیلیپین و در چین هم مشابه همین خرابی ها رو میبینید. بنابراین این طوفان در اثر گرمایش جهانی، در اثر گرم شدن آبهای اقیانوسی و افزایش به اصطلاح این گرما، انرژی بیشتری گرفته و ممکنه حتی از فیلیپین هم، از ویتنام هم عبور بکنه و به کشورهای همجوار بره. مشابه همین در کشورهای آفریقایی هم داره رخ میده، یعنی باران‌های سیلاسا در جایی که در واقع چنین تجربه‌ای نداشتن داره رخ میده و بنابراین این هم در یک طرف دیگر جهان داره از منطقه، از محل رد میشه به منطقه میرسه.
همایون، یعنی در واقع اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، این تغییرات شدید اقلیمی و گرم شدن سیاره زمین ممکن است که موجب بشه که میزان طوفان‌ها یا وقوع اونها حتی افزایش پیدا بکنه. کاملا درسته و پیش بینی میشه هر همین الان افزایش درجه طوفان‌ها، برای اینکه این الان از درجه 5 هست، از درجه 4 به درجه 5 10% امکان داره که یک طوفان افزایش قدرت پیدا بکنه و این اتفاقی است که الان داره میفته. ولی نکته خیلی مهمتر این است که اگر همین الان نیم درجه به دمای جهان اضافه بشه، یعنی الان از 1.5 برسه به 2، 3 درجه به اصطلاح احتمال اینکه این طوفان ها بدتر بشن، از درجه 4 به 5 برسن بیشتر میشه. اگه برسه به 2 درجه افزایش دما، این میرسه به 20 درجه. یعنی ما با یک پدیده روبرو هستیم که نتیجه مستقیم گرم شدن جهانه و این گرم شدن باعث افزایش درجه طوفان ها میشه، همون چیزی که در ابر طوفان یاگی داریم میبینیم. مرسی از توضیحات تومایون خیلی، سردبیر علمی ایران اینترنشنال که از لندن همراه ما بودی. همونطور که پیشتر گفتیم، امروز مسعود پزشکیان به عراق سفر کرده و با برخی از مقامات عراق دیدار کرده. در حال حاضر این تصویر زنده که می‌بینیم از نشست خبری رؤسای جمهور ایران و عراق هست در بغداد که بخشی از اون رو با هم می‌شنویم. فقط تحدثنا كثيرا في أهمية الاستقرار، هذا الاستقرار الذي يهدده العدوان الصهيوني في غزة والذي تجاوز كل الأطر القانونية والأخلاقية أمام عجز وفشل المجتمع الدولي للقيام. حتما میپردازیم در ادامه به صحبت‌های هر دو رئیس جمهور ایران و عراق، اما در اینجا نگاهی داشته باشید به اینکه تحریم‌های جدید آمریکا و اروپا بعد از فاش شدن انتقال موشک‌های ایرانی به مسکو، هواپیمایی ملی ایران ایرانیر را هدف قرار داد. این خبر در روزنامه‌های امروز بازتاب داشته و روزنامه هم‌میهن روسیه را مقصر برملا شدن صادرات موشک ایران و متنفع تحریم‌ها دانسته. محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو است تا نگاهی داشته باشیم به همین موضوع در روزنامه‌ها. بله، ایران ایر رو تحریم کردن و اگه این اتفاق بیفته دیگه پروازهایی به اروپا نخواهد داشت، حتی پروازهایی که احتمالاً به مالزی یا ترکیه یا جاهای دیگه هم داره در خطر میفته. روزنامه اول رو نگاه بکنیم، روزنامه ستاره صبح که امروز به همین ماجرا پرداخت در صفحه اولش. به خیلی ها نرسیده این خبر، روزنامه چاپاشون یه جوری بوده که این خبر بهشون نرسیده، ولی خب ستاره صبح این رو گفته و گفته روزها اصلا بدشون نمیاد که ایران رو داخل این جنگی که دارن با اوکراین میکنند بیاندازند و باز هم بدشون نمیاد که یک شریک جرم و یک شریک جنگ هم داشته باشن. روزنامه هم‌میهن البته صریح‌تر در این مورد صحبت کرده و ببینید که طرف اولش هم به همین ماجرای تحریم اختصاص داده. حالا حساب بکنید که ایران ایر برای ما یک نماد توسعه در سالهای دور بوده، سال 41 برپا شده و یکی از بهترین خطوط هواپیمایی دنیا بود. در اواخر دهه 70 میلادی بهش میگفتن خطوط خاویار و اینجا در موردش آقای سادات نژاد که قبلا اینجا به ساداتیان که قبلا اینجا سفیر در لندن بوده اومده گفته روسا خودشون لو دادن، روسا اومدن این ماجرای موشک و اینها رو خودشون لو دادن که پای ایران بیشتر در این جنگ گیر بکنه و احتمالاً نتونه طرف غرب و آمریکا بره و روسیه رو تنها بگذاره. یه کاریکاتوری همون کنار آقای احمد اربانی کشیده و جالبه ها، این رئیس جمهور رو جدیداً میتونن تصویرش رو کاریکاتورش آره دیگه، قبلا روحانی بود نمیشد و ظریف رو چقدر خوب کشیده اون پایین که داره میگه که ما میخوایم پایتخت رو ببریم لب آب. البته سوار ماشین نیست، سوار ماشین هم نیست، خب پست درست حسابی هم نداره، همونجا به هر حال راه میره دیگه. خب از همیهن که بگذریم میرسیم به بعدی، روزنامه جمهوری اسلامی که سخنی با سخنگویان، امروز عنوان سرمقالشی که خود مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه نوشته، خاطراتی رو گفته از این که من دهه 80 تو این روزنامه افطاری اینها میدادیم. سویی که از سخنگویان دولت هم اینجا و بهش گفتم این بدترین شغلیه که در دنیا میشه پیدا کرد، اون گفت بله همینطور هست و گفته سخنگویان کسایی هستن که چیزایی که
به میلشون نیستن باید بگن دروغ هم باید بگن همه این کار رو باید بکنن بعد انذار بده. همه تکذیب کنن. دقیقا همین دیروز این ماجرای تسلیحات صادرات تسلیحات نظامی به روسیه رو به راحتی تکذیب کردن در حالی که دقیقا دارن این کار رو میکنن. حالا جمهوری اسلامی گفته که این دروغ ها پدر نظام رو در آورده. بیایم یک بار هم که شده همینطور که پزشکی ها میگه من میخوام یه عقدی با مردم ببندم که صداقت درش باشه و پرانتز باز کرده گفته اگه بذارن اگه بارم که شده بیان سخنگوها همون چیزی که هست رو بگن و همون چیزی که واقعا اتفاق افتاده رو بگن. من بعید میدونم مثلا همچین اتفاقاتی در عرصه سیاست بیفته مخصوصا در سیاست در ایران که اصلا با دروغ عجین شده. بله به بعدی بپردازیم و روزنامه پیام ما همونطور که میبینید وسط صفحه در مورد مدارس دولتی که اصلا کارکرد مدرسه بودنش رو کم کم داره از دست میده. 7% بیشتر از اون بچه‌هایی که رتبه داشتن توی دانشگاه و اینها از مدرسه دولتی بر نیومده بودن. یه تبعیض کامل هست بین مدرسه دولتی و اون مدرسه که به هر حال پولی میگیرند و بودجه بیشتری دارن و اونها هم یه جورهای خصوصی محسوب میشه. نکته دیگه ای که توی این گزارش بود این بود که اصلا بچه‌های امروز انقدری علاقه به درس خوندن ندارن. مجاب هم کردن پدر مادرها رو که درس فایده نداره حداقل به این صورتی که هستش و گفته اصلا نظام آموزش پرورش ما اینو نفهمیده که آقا به سنت 40 سال پیش نمیشه امروز رفتار کرد و نمیشه بچه های امروز رو پای مدارس دیروز رو برد. بعد خیلی کارهای تازه‌ای که تفاوت زیادی که میان خصوصی و دولتی هست. دقیقاً و گفته که در خانواده ها هم حتی این حرفا گفته نمیشه، یعنی در حقیقت گفتگوی بین خانواده ها و بچه ها هم صورت نمیگیره و فقط گفته در طول روز 10 دقیقه احتمالاً خانواده های ایرانی با هم دیگه حرف میزنن توی مال میانگینش. خیلی همین به طور جداگانه قابل بررسی، خیلی به طور جداگانه قابل بررسی. این حساب بکنید که مدرسه که اونطوریه داخل خونه هم که اینطوریه اصلا بچه‌ها کجا دارن بزرگ میشن و پرورش پیدا میکنن. برسیم به روزنامه بعدی و مصیبت نامه‌ای که آقای فرمانارا در مورد سینما و اینها امروز باش مصاحبه کرده بودن. روز سینما هم هستش و بسیار گله کرده از اوضاعی که هست. در مورد سیمین دانشور هم حرف زده در اینجا در این مصاحبهش و اینکه این زن رو چقدر آزار داده. مرسی از حضورتت محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو که همراه ما بودی و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودی. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.